به نام خداوند جان و خرد با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند خب امروز جلسه دوم بحث راجب استقلال و آزادی انسان یعنی مسئله شرک و توحید هستش که دفعه گذشته به مناسبت عید قربان مطلب رو آغاز کردیم درباره در واقع این توحید ابراهیمی این اخلاصی که یک بنده بزرگ خدا در هزارهای پیش پایهگذاری کرد و عید قربانم که در واقع به نام قربانی بزرگ او نه قربانی به معنای حالا گوسفندی یا اون چیزی که ضبح شد بلکه به عنوان پایان قربانی انسان در پیشگاه بتها یه تحولی بزرگی در تاریخ به وجود آورد و بحثمون درباره این بود که ابراهیم کل حج در واقع نمایش زندگی ابراهیم هست قرآن میگه که فی آیات و بینات در حج آیات بسیار روشنی است مقام ابراهیم همش در مقام ابراهیم قیام یک انسان تبلور پیدا کرده و برای شما جلوه یافته بر حال توضیح دادم که چگونه قرآن فقط درباره ملت ابراهیم سخن گفته آین ابراهیمی و این کلمه با هیچ نام دیگه در قرآن ترکیب نشده و فقط درباره او گفته و ما کان من المشرکین فقط درباره او کلمه حنیف رو به کار برده فقط درباره او مسلم رو به کار برده خب به عنوان یک الگو و انسان کاملی که در قرآن نام شده به دلیل همین اخلاص صد درصدش در خدا پرستی مسئله شرک و توحید رو مطرح کردیم که بخشی از موارد مربوط به این موضوع رو خدمتون توضیح دادم و امروز دنباله اون بحث رو و مواردی که باقی مانده خدمتون من عرض میکنم موضوعاتی که عنوان شد در واقع مسئله اه اهمیت شرک بود در قرآن و خطرات مبارزه با شرک که کسی بخواد راه توحید بره معمولا پیروان امتها باهاش مقابله میکنن مبارزه میکنن مردم عادت کردن به اون واسطه هایی که تراشیدن بنابراین طرح مسئله توحید در هر ای مواجه با خطرات و برچسبا و حال اتهاماتی خواهد شد و بعد انباع شرک رو توضیح دادم که چگونه ممکنه از فرزندان آدم یا پدر و مادر آدم و قوم و قبیله و خیشابندان شروع بشه مطالب با هر کدوم رو در جایگاه خودش خواستم توضیح خدمتون بدم چیزی که مطرح شد بعد از اون یکی از ایمیل هایی که دریافت کرده بودم و صحبت که اتباقا یکی از دوستان که متخصص در سیستم ها هست او مطلبی رو انبان کرد که البته حالا جای بحث و بررسی مستقلی برای خودش داره انبانی میگفت که خب مطرح در علم سیستم ها که میگن Uh, sub, sub optimization is devil. Uh, yani in Darbagheb uh, in Goptare Yakas Bozorgane in Elme Simon Ketosiam Kemide Migeke Darbagheb sub optimization is a reduced level of output that results from an inefficient uh, or an, uh, effective process of system. یعنی در تجارت، در مدیریت، در اقتصاد، در صنعت، در هر یک از این مجموعه هایی که دنیای امروز به اینها وابسته هست این اصطلاح ساب اپتیمیزیشن مطرح هستش که یک در واقع کم باها داده بشه دست کم گرفته بشه یکی از اجزای این مجموعه سیستم حالا بحث مفصلیه که ناکارآمد بودن و عدم توفیق یا نرسیدن به اون نتیجه رو در موضوعات مختلف این توضیح میده خودتونم میتونید ببینید در کامپیوتر این اصطلاحو که در همه سیستم ها وجود داره خب حالا در واقع مثل اینکه کسی هم که خدا رو میپرسته مثل اینکه هدف زندگی خودش قرار داده همونطوری که بیزینسمن تمام تلاشش اینه که سود بیشتر ببره هر کسی که هر هدفی آرمانی برنامه ای در زندگیش داره میخواد که همه مسیر رو هماهنگ بکنه از همه در واقع عواملی که کاهشی به وجود میاره در این مسیری که طی کرده برای اینکه به یه نتیجه ایدئالی برسه سعی میکنه رو خط مستقیم حرکت بکنه خب در واقع زندگی در مسیر خدا زندگی توحیدی هم لاجرم یه سیستمی است که در پیش میگیره هر کسی که میخواد مؤمن به خدا باشه موحد باشه اینی که در قرآن از زبان حضرت ابراهیم آمده و خود به پیامبر ما هم گفته میشه قل ان و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بگو هم روی کرده من هم تمام مناسکی که انجام میدم و هم زندگیم هستن حیاتی و هم مرگم یعنی تمام این سرمایه وجودم لله رب العالمین متعلق با اون کسی است که همه جهان رو همه آدمیان همه انسان رو او آفریده رب ارباب گرداننده صاحب اختیار همه انسان هاست یا در جای دیگه که بحثی وقتی ربوبیت ها رو مطرح میکنن ابراهیم میخواد که ربوبیت خدا رو بگه میگه کیه اون رب من الذی هوه و یسقین همون کسی که به من تعام میده غذا میده یعنی دست خدا رو نقش خدا رو در اون نانی که میخوره در اون سبزیجاتی که میخوره هر چیزی که داره مصرف میکنه همه اینا رو نعمت خدا میدونه بالاخره از کجا اومده این خورشیدی که این انرژی رو به زمین میده این خاکی که انقدر حاصل خیزه این استعدادی که در دانه ها قرار داده که با یک آب و یک خاک هزاران محصول رویده میشه میگه ها و یوتمونی و یسقین دست خدا رو در آبی که میاشامه میبینه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند این نظاماتی که در دست هم داده شده از آب تل خشور دریاها آب گوارا به انسان میرسه میدونه که این یک نظامی است در واقع الذی هو یطعمنی و یسخین و اذا مرض فهو یشفین اگرم مریض میشم اوست که منو شفا میده چگونه او شفا میده ابراهیم در هموز چهار هزار سال پیش دریافته که هر چیزی وقتی خراب میشه که خود به خود درست نمیشه امروز ما شیشه خونتون میشکنید که خود میشکنه که خودش درست نمیشه هر چیزی که خراب بشه که درست نمیشه این چه رمز و رازیه که ما وقتی که بیمار میشیم خوب میشه حالا ما در زمان خودمون دریافتیم که این سیستم گلوبولای سفید بدنمون سیستم دفاعی بدنمون مقابله میکنه با میکروب ها با ویروس ها یعنی در درونمون هم قوغاست شگفتی های فوق العاده آوری در درون بدن ما برای سیستم دفاعیمون وجود داره به خصوص بعد از این پندمیک کرونا خب همه تلاش ها در این بود که چگونه میتونیم سیستم دفاعیمون رو تقویت کنیم در برابر این ویروس و تمام این واکسن هایی که دادن اینا همه برای اینکه یه اطلاعاتی به بدنمون برای یک میکروب ناشناخته ای بده که خودشون مجهز بکنه خب ابراهیم همینه میبینه الذی هوا و اذا مرز تو و هو یشفین او من رو شفا میده و الذی حتی میگه که اون کسی که منو میمیرانه اون کسی که منو دو مرتبه زنده میکنه الذي يميتني و ثم يحيين مرگ و حیات هم, هم دستونه و بعد میگه امید من برای آخرت به دست این یه سیستمه یعنی یه کسی میبینه که تمام هم و غمش در زندگی یه هدف واحدی پیدا کرده به یه آینده بلند مدتی چشم دخته میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار ابراهیم و فرزندانش خالصا یعنی صد درصد به فکر خانه ابدی بودند یعنی این دنیا اونها رو جذب نکرده بود پس این یک نظامی است که در برابر خودش قرار داده میخواد که کاملا آتپوت عالی داشته باشه کاملا نتیجه و محصول عالی داشته باشه بنابراین هر چیزی که هست وقتی که ما در واقع این جزء دعاهایی که بعد از نماز خونده میشه که اغفر لمن لا یملک الا الدعاء ما جز دعا چیزی نداریم یا میگه انا عبد و که ضعیف و ذلیل و مسکین و مستقین من بنده تو هم ضعیفم ضعیفم مستقینم لا اجد نفسی نه برای خودم نفعی میبینم میتونم به دست بیارم ولا ذرن هرچی هست تو هستی ولا موتن نه مرگم دست خودمه ولا حیاتن نه زندگیم دست خودمه ولا نشورن آخرت رو هم دست خود من نیست یعنی هر چی هست دست تو هستش پس وقتی که یک همچین سیستمی که از این بالاتر نمیشه برای دنیا و ابدیت انسان وقتی مطرحه همینطوری که در کار و تجارت و مدیریت های ساده دنیایی سعی میکنیم که هرچه بیشتر اون عواملی که کاهش میده به سود ما رو نسبت به اون پروژه که در پیش داریم میخوایم هرچه بیشتر و هرچه به صلاح عالیتر به سوی اون مقصد بریم تا موفق بشیم چه چیزی بالاتر از این بنابراین میبینیم که چقدر این موضوع مهم هستش که باید در واقع در این سیستمی که آدم در زندگی در مد نظر خودش قرار داده اون چیزی که کاملا درسته انتخاب بکنه حالا مسئله توحید از این جهت مطرحه که اصطلاح به این اجزاء زیر مجموعه هم باید توجه کرد همینطور که در هر بیزینسی همینطور هستش در هر کمپانی به خصوص کمپانی هایی که به صورت چین هستند هزاران شعبه دارن در جای مختلف باید این مجموعه رو ببینن که یک اشتباه کوچکی باعث میشه که همه چی از بین بره خب حالا بعضی از مطالبی که در همین ارتباط شرکت باقی مانده بود من خدمتتون عرض میکنم یکی از موارد شرک در واقع شرکت خوده خودخواهی خودش شرکه هم آدم خودش رو بخواد و هم خدا رو و خود داستانی رو تعریف میکنه در سوره کف داستان دو تا دوست که با هم دیگه صحبت میکردن با هم گپ میزدن محابره میکردن و یکیشون ثروتمند بود صاحب باغ و محصولاتی بود و یکی دیگه نه چیزی نداشت صحبت های اینا رو که همینطوری با هم داشتن گفتگو میکردند تا وارد باغ میشن بیان کرده قرآن اولی میگه که من فکر نمی کنم هیچ وقت این باغ از بین بره وقتی که وارد اونجا میشن میگه که چقدر درخت های زیبایی چه گل چه محصولاتی چه آبی جریان داره میگه ما طبید و ان ما از اون نوع ان طبید و ان و زهی ابدا فکر نمی کنم هیچ وقت اینا از بین بره فکر نمی کنم مثلا آخرتی هم در کار باشه اگر هم باشه من اونجا وزم خیلی بهتر از توه برای که این همه خدم و حشم دارن از قبل من میخورن خانواده هایی هستن تو چی تو که کاری نداری چیزی نداری اگر هم آخرت باشه من وزم بهتر از تو هستش میگه با هم داشتن همجور صحبت میکردم بعد اون میگه که اکفر تبلزی خلقک من ترابن سمم من نطفتن سمم سواک رجلن آیا کف میورزی به کسی که تو رو از خاک آفرید سپس نطفه شدی و بعد اون مراحل طی شد حالا برای خودت یه رجولی هستی چرا او رو نادیده میگیری همشه میگی من 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 این کار کردم من فکر نمی کنم اگه آخرتی هم باشه من اونجا وزم چجوریه همش دو داری خودتو میبینی لاکن نه و والله ربی اما من اون الله و رب خودم میبینم او صاحب اختیار منه همه چیز من به ید قدرت اوست ولا اشرکو به ربی احدن هرگز شرک نمی ورزم احدی رو به پروردگارم هیچ کسی رو هیچ عاملی رو نه تنها خودم و هیچ عاملی رو شرک نمی به او یعنی چی هست اون هست میگه لولا از دخلت تا جنت که قلت ماشا الله چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ماشا الله نه اینکه کلمه ماشا الله رو نگفتی ما الله یعنی مشیت خدا رو ببین الله اکبر یه خاک و یه آب ببین چه سیب و چه گلابی هایی چه محصولات این باغ داده چه گل های رنگارنگی مگه این کارا رو تو کردی تو یه باقی خریدی پول داشتی و یه آبی جریان داشته و یه خورشیدی میتابیده بود تو حد اکثر چهار تا فرض کن کارگری گرفتی و برات این آبیاری بکنن چطور تو فقط خودتو داری میبینی چرا از, از دخلت دخل که قلت ماشا الله لا قوت الا بالله چرا نگفتی هیچ نیروی هیچ انرژی به جز خدا نیست اگر این حرارت زمین امکان داده که گیاهانی رشد بکنن بیان بالا پرورش پیدا بکنن این خورشید خورشید کی قرار داده همه این نیروهایی که هست همه انرژی های جهان از اونجا اومده اینو بهش میگه شرک در واقع میگه و یقول آخرش هم میگه یقول یا لیتنی لم اشرک به ربی اهدن حالا داستانش خیلی مفصل مفصله که میگه که ای کاش من به پروردگارم شرک نورزیده بودم کدوم شرک ما شرک رو فکر میکنیم که یه بطری رو فقط آدم به جای خدا قرار بده در واقع همین توجهی که من خودم این کارا رو کردم هی من من خودش فقط ببینه این میشه شک آخرم که بالاخره وقتی که مثلا اون باغ دچار مشکلاتی میشه حوادثی میشه این تازه بیدار میشه که میگه ای کاش من شرک نورزیده بودم فکر میکردم همش خودم هستم ولی با یه طوفان ناگهانی همه درختها فرو ریخت و شکست و همه این آثار از بین رفت این یکی از موارد شرکه که کمتر آدم اینو میبینه فقط خودش رو اگر بخواد ببینه میگه که وقتی تو خودت تو یار نیستی اگر در واقع خودتو ببینی در کنار یار کسی که یارو رو میبینه اگر عاشق باشه دیگه از خودش صحبت نمیکنه منیتی دیگه در اینجا نیست اگه واقعا در واقع ده کسی عاشق خدا باشه خب یکی دیگهش مسئله اینه که وقتی که دوچار مشکلات میشیم گرفتاری های پیدا میکنیم حالا هر کسی به نوعی دیگه یکی دو جور هم که نیست اینجا هست که همیشه به سراغ خدا آدم میره ولی وقتی که خرش از پل گذشت به اصطلاح یادش میره میگه که فعزارک بوفل فولک وقتی که سوار کشتی میشند دعو الله مخلصین له الدین خدا رو با حالت خالصانه دعا میکنن چون خطر موج خطر دریاس وقتی میبینه اون امواج و کشتی رو میبینه که این ورموبر داره میره وحشت میکنه که مبادا غرق باشه میگه سراغ هیچ نمیره فقط خدا رو دیگه مخلصین له چه دعاهایی میگه فلما نجاهم الالبر ولی وقتی که به خشکی نجاتشون میدیم از هم یشرکون مشرک میشن یعنی چی؟ اون مشرکی که در ذهنیت ذهنیت اکثر مردم هست همه که لابد شرک دیگه یک کسی رو بوتی رو انسان بپرسته یا یا انسانی رو بپرسته نه همینه تو این نجات و اتفاقی تصور کردی وقتی دچار اون گرفتاری ها بودی به سوی خدا رفتیم ولی وقتی برگشتی دیگه تمام شد به کلی خدا فراموش شد رفتی سراغ خودت و سراغ اهداف و برنامه های مادی خودت یا میگه که قل من یونجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونهو و خفیتن بهشون بگو کی شما رو نجات میده از این مشکلات از این درگیری هایی که چه در خشکی چه دریاست وقتی که خدا رو میخوانید با حالت تذرع و خفیه با خفا در دل خودتون دارید میخونید و قول امروز هم امن یجیب با صد باره میخوان تکرار کنید فلما انجانا من هازهی وقتی که نجاتشون میدیم از این گرفتاری لنکونن لن نمینش شاکرین وعده میدن به خدا که اگر ما رو نجات بدی ما شاکر خواهیم بود میگه قل الله ینجیکم منها خداست که شما رو از همه ای مشکلات میرهانه و من کل کربن از همه ای مشکلات ثم انتم تشرکون ولی بازم شرک میبرزید یعنی بازم فراموش میکنی هی hey, عوامل دیگه میاد در کار در واقع همون تجارت تجارتی که هی hey, عوامل فرعی میاد اون نتیجه اون آتپوت و اون در واقع محصول اون چیزی که دنبالش هستید هی hey, اون رو از بین میبره اتفاقا از نصایه هم که در نصایح یا حکمت هم که در نهج البلاغه هست میبینیم من چند تا شد رو براتون میخونم اولا وسیعت امام علی اولش اینه فالله فالله لا تشرکو بهی شیعن هیچ چیزی رو سر سوزنی به خدا شرک نبرزین این اول سخنه بعدا مطالب دیگه گفته میشه یا میفهمد وعلم و ان یسیر ریا شرکن ریای مختصرم شرکه کاری کردین کار برای خدا کردین کمکی به کسی کردین ولی دوست دارید که اینم بگید دیگران بدونن که شما آدم خیری هستید مسجدی ساختین میخوان اسمتونم باشه مدرسه ساختین میخواد اسمتونم باشه خب اگه مدرسه رو ساختین داره کمک میکنه حالا به اسم شما نباشه به اسم هر کی میخواد باشه ای یک رو ریاست دیگه یعنی شرک شرک هم یعنی شرکت سامی هم میخوام کار خدایی انجام بدم هم بالاخره ما هم زحمت کشیدیم دیگه پول خرج کردیم باید بدونن این داستان رو حتما شنیدین میگن یه کسی حاجی پولداری حاجی بازاری یک مسجدی رو میساخت و وقتی این مسجد تمام شده و ملا نصردین رفیت تابلوی اون بالا زد که این مسجد توسط ملا مسجد این ساخته شده خلاصه این میاد با عصبانیت و داد و بیداد که مرد حسابی تو چی کاره ای تو چه نقش اینجا داشتی به اندازه یه پاپاسی هم پول ندادی چطور اسم خودتو زدی میگه نه من فقط میخواستم همین معلوم بشه اگه برای خدا کار کرده بودی که چه فرق میکنه که به نام من باشه یا به نام تو اینی که میفرمد و علمو انه یسیر ریاه شرکن یسیر یعنی سادش کمش در واقع میفرماید نؤمن و بهی ایمان نفا اخلاص نفا اخلاص و شرک و یقین و شک از خدا من ایمانی را آرزو میکنم که اخلاص اون ایمان هر شرکی رو پاک بکنه از من و یقینی میخوام که این شک رو از من دور بکنه ایمانی میخوام که تطهیرن من شرک شرک رو پاک بکنه خب یکی از این شرک ها شرک های بسیار مهم قلوه 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 یعنی زیاد روی از نظر لغت، لغوی میگن تجاوز از حد بالا اومدن و زیاد شدن هر چیزی یک نوع گذافه گویی در واقع افراط در واقع یا در واقع کشف و کرامات برای کسانی قائل شدن یعنی هر کسی رو از اون سطحی که هست بالاتر جلوه دادن و بالاتر تلقی کردن این موارد مختلف کتاب لغت بریم براتون اینا رو همه رو نشون میده در قرآن دو بار این کلمه قلوب اومده هر دو بارش هم درباره مسیحیانه خوب دقت بکنید معنای قلوب در دین از اینجا معلوم میشه یکی سوره نسا آیه 171 میفرماید یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم در دینتون قلوف نکنید پس قلوف زیاده روی گذافه یا آفت دینه قلوف عادت دیندارانه قلوف در واقع آفت ایمانه اونچه که در قرآن اومده قلوف دینی لا تقلو فی دینکم بلا تقولو علی الله الا الحق بر خدا جز حقیقت رو نگید حالا مسئله چیه که اینو داره مطرح میکنه که جز حق نگید میفرماید انما المسیح ای سبن و مریم انما یعنی این است و جز این نیست صد در صد چنینه ایسا مسیح پسر مریم رسول خدا بود رسول الله و کلمته القاها الى مریم او یک کلمه خدا یعنی یک تأثیر خدا یک انرژی خدایی بود که بر مریم القا کرد و راه منهو یه رحمتی از جانب خدا بود فآمنو بالله و رسولهی به خدا و رسولش ایمان بیارید ولا تقولو سلاستون ادعای تسلیس نکنید خدا و پسر و روح القدس صلیب میکشن دیگه مسیحی میگه نگین تسلیس رو نگین لا تقول و سلاستون تا دست بردارید تمام بکنید این حرفو فهوه خیرن, خیرن لکم این به نفع خودتونه انما الله اله واحدون فقط یکیه خدا یکیه سبحانه ان یکون له ولدون خدا منزه از اینکه فرزندی داشته باشه و طولانیه حالا دنبالش هم میگه میگه همه اون چه که در آسمان و زمین متعلق به خداست خدا که فرزند نداره که بگه عیسی پسر خدا هستش لن یستن که مسیح ان یکون عبدا لله هرگز مسیح استنکافی نداشته امتنایی نداشته که خودشو بنده خدا بدونه نه تنها مسیح ولل ملائکته ملائکته المقربون ملائکت المقربون فرشتگان مقرب خدا هم همه بنده خدا هستند هیچ کدوم منیتی ندارن یکی در اینجاست یکم سوره پنجم یعنی سوره ماعده آیه هفتاد و هفته, هفته. اونجا هم شبیه این میگه که این قلوبی که شما دارین قائل میشین این اغنوم سگانه یعنی تسلیس از گمراهان قبل از خودتون اشاره به اون دوران یونان باستانه که این فیلسوفای گذشته یونان چگونه پایه گذاری کردن این سه مرحله و سه اغنوم بودن و که کشیده شد به دوران پیروان حضرت مسیح اونا متاسفانه گرفتار این تقسیم بندی خدا به اجزاء شدن اینکه آخرین سوره قرآن هم این سه اغنوم رو مطرح میکنه میگه همش خداست قول عوض و به رب ناس ملک ناس اله ناس هم خدا ارباب اون بود قدرت هم اله بود عشق و پرستش و هم ملک فرمان رواز هر سه بود قدرت ثروت و علم و وسال و ها همش منشأش خدا هستش خب این در واقع در قرآن این قلوب رو مطرح کرده آیا قلوب رو قرآن در مورد مسیحیت خاصه بگه که مثلا بده بشن پیش مسلمان ها. یاد داره میگه که شما هم در معرض قلوف هستید مواظب خودتون هم باشید هر جا که تو قرآن داره از امت های پیشین میگه برای عبرت مسلمان ها میخواد بگه اینی که در قرآن میگه یا ایوه الذین آمنو ای مؤمن این رو بدونید نه کثیرا من الاحبار و رحبان بسیاری از احبار و روحبان احبار و رحبان همون روحانیت روحانیون و فقیهان مسیحی ها و یهودی ها بودن انا نه تک و بسیاری از اونها انا کثیرن من الاحبار و رحبان لیعکلون امبال الناس امبال مردم میخورند و یسدون می عن سبیل الله نه تنها راهنمای راه خدا نیستند مانع و صد راه خدا هم هستند یعنی میخواد بگه موازه باشین کلا سر شما نره هر کسی که لباس روحانیت تنش کرده فکر نکنید که اون حالا حرفش خدا خداییه هر کی ادعایی کرد چهار تا کلمه به زبان عربی گفت یا به زبان عبری گفت اینا دلیل نمیشه بنابراین اینا آفت است که برای پیروان هر دینی در کمینشون هست یه آیه است در قرآن آیه 23 سوره نوح اینو خودتون برید بخونید این آیه در واقع میگه که وقتی که حضرت نو آمد اونها که مخالفش بودن گفتن به مردم به تودای مردم که گرایش پیدا کرده بودن گفتن لا تذرون نه مبادا این خدایان رو بطه رو رها بکنید ولا لا تذرون ودن پنج تا اسم میگه یه پنجتنی هم اون موقع بوده ولا تزرن ودن ولا سباع ولا یقوس و یعوق و نصرن نام پنج تنو میبرن که مبادا اینا رو رها بکنید برید سراغ حرفهایی که حالا نوح میزنه اینو تو تفسیر المیزان علامه تباتبایی بخونید این سخن بندم نیست علامه تباتبایی همه روایاتی رو راجب این پنج تن آورده میگه بعضی ها گفتن که اینا پنج انسان مخلصی بودند، یعنی بین آدم و تا نوح پنج انسان موحد بزرگواری بودند که اینا وقتی از دنیا رفتن مردم گفتن که اینا که همینجوری فراموش میشن که براشون یه مجسمه مثلا یه چیزی ساختن ولی نسل بعد یادشون رفت که اینا می انسانهایی مثل خودشون بودن هی گذشت گذشت نسلهایی بعد تبدیل به یه ای شد این اشخاص پنج تا براشون مجسمه ساختن بعضی ها گفتن اینا پنج فرزند آدم بودند پنج به صلاح نسل مستقیم مثلا آدم بودند. بعضی ها گفتن که نمیدونم چون نوح مردم رو از پنج تا مجسمه که مال گذشته بوده نهی میکرده که براشون ساختمان و گنبد و بارگاه نسازین اینا رو مثلا رو لجبازی او مطرح کردن ولی حال همه روایت هم نوشت نوشته توی همین تفسیر المیزان ببینید که چگونه در واقع یک انسانهای بزرگواری انسانهای صالحی که برای توحید و خداپرستی آمدن یواش یواش ساختمانی که برای اونا ساختن نمیدونم حالا چارتاقی که گذاشتن حالا که خبر نداریم چه آداب و تشریفاتی گذاشتن یعنی به نام اونها حالا پیامبری که نوحی که حالا مبعوث شده میگن مبادا اینا رو رها کنید حرف نوح رو بپذیرید پس نشون میده که چگونه حتی بزرگوارانی موحدانی که در زمان حیاتشون پرچمدار توحید بودند ملت ها و یا کسانی که دوکوندار دین هستند برای تأمین زندگی خودشون برای سلطه خودشون چگونه در واقع اونها رو در برابر حق قرار دادن شاید براتون عجیب نباشه که چگونه قرآن فراموش شده قرآن محجور واقع شده در جامعه ما ولی در واقع زیارت ها چیزهای دیگه ای که در واقع تو جامعه ما جانشین شده اینها بزرگ شدن آیا این تقصیر اون بزرگوارانه که خودشون بهترین موحدین بودند یا در واقع این عادت بشریه که قلوب میکنه نمیدونم کشف و کرامات قائل میشه آدم ها رو به عرش اعلا میرسونه این سخن بنده نیست بذاریم براتون بعضی از فرمایشاتی که از بزرگان دیگه از خدمتتون بخونم این سخن از امام صادقه میفرمایند که بر فنه لیس بین الله و بین احد من خلقه قرابتون بین خدا و بین بندگانش هیچ قرابتی نیست نزدیکی نیستش قرابتی یعنی کسانی ارتباط ویژه‌ای با خدا داشته باشن بله و ما معنا براعتون من النار و لیس لنا علی الله حجت حجتون ما هیچ براعتی از جانب خدا نداریم که جهنمی نباشیم یعنی مگر رحمت و بخشش خداست براعتی برای ما نیست و ما هیچ طلبکار از خدا نیستیم هیچ حجتی از جانب خدا لیس لنا علی الله حجت تلبکار طلبکار از خدا نیستیم که ما حتما حساب ما جدا باشه فاحذر المقالات فینا بر حذر باشید از قلوب هایی که درباره ما میکنن خوب دقت کنید مقالات فینا قلوبی که راجبه ما میکنن این از امام صادقه بعد میفرمایند که احزر و شبا و کمال قلات موازه به جووناتون از شر این قلات باشید چرا میگن جوونا برای اینکه جوونا احساساتی جوونا خیلی ناپختن هنوز خشت خامن در واقع زود در واقع با این چیزای احساساتی فریب میخوانند. ف احذر و شباب و کمال لا هم که فاسد نشن جوانانتون برای اینکه ف ان القلات شر و خلق الله اینا بدترین شلق خدان چرا برای اینکه میگه یسقرون عظمت الله اون عظمت خدا رو پایین میارن کوچیک میکنن به خدا نسبت میدن خداست که علیمه خداست که سمیه میبینه خداست که علیم بصیر سمیه حی قیوم شهید همه جا حضور داره همه اینا رو نسبت میدن به بندگان اونا میبینن حالات ما رو حساب اعمال ما به اونها هر روز ارجام میشه اونا بهشت و جهنمی میکنن آدم ها رو ما میتونیم حاجاتمون رو از اونا بخوایم. اونا مشکلات ما رو حل میکنن مگه غیر از اینه این از امام صادق میگه قلوف هایی که درباره ما میگن شما برحضر باشین دور باشید و جووناتون رو از شر اینا از فساد اینها حفظ بکنید اینا خدا رو کوچیک میکنن نزد شما و ادعا برای بندگان خدا ادعای ربوبیت میکن ربوبیت نه به خدا یا اون ربوبیت عباد الله یعنی در واقع خیلی کارها رو سپرده شده دست ما تبلیغ میکنن میگن میگه والله ان الغلات لشر من الیهود و النصارى و و اشركوا شر اینها شر یعنی کسانی که قلوف میکنن راجع به اهل بیت یا از اونایی که شما دشمن خودتون میپندارین جنگ هایی بوده که اون موقع با مثلا یهودی ها یا نظام امپراتوری روم شرقی مسیحی ها یا مجوس مثلا یا مشرکین داشتن میگه اینا برای جوانانتون شرشون بیشتره در مورد همین امام صادق که فقه جعفری از در واقع همون امام جعفر صادق دیه میگه خبر آوردن براشون که مردم کوفه در طرفداری از شما تظاهرات کردن گفتن لبیک یا جعفر ابن محمد لبیک یا جعفر ابن محمد بعد میگه که ایشون افتادن به زمین سجده استغفار کردن خدا رو گریه کردنی تعجب میکنی که خبر آورده میگه که قربان من که حرف بدی نزدم گفتم مردم به طرفتاری از شما تظاهرات کردن گفتن لبه یا جعفر ابن محمد ایشون میگن من بنده خار و خازه خدا هستم من کجا هستم که این لبه ای که برای خدا میگن در شعن من بگن خدا یا منو ببخش اگر اون چیزی گفتن من به دل خودم بگیرم که کسی هستم یعنی اونها در زمان حیاتشون بیزار بودن از این حرفایی که امروز در جامعه شیعه امروزی به اونها نسبت میدن از اون که روحانیت که تمام قرآن رفته کنار همش در واقع اینجور چیزا شده از اون بزرگواران چی ساختند اون بزرگوارانی که زندگیشون بر کنار از طلا و نقره و آینکاری و گشبری و این همه تزیینات دنیا بود نهایت سادگی در زندگیشون بود آیا اونها این راهو به مردم توصیه میکردن آیا اونهایی که وقتی که مریض میشدن خودشون پیش دکتر میرفتن این چنین بود که یک پندمی که مثل کرونا اینا بیاد برن به به زری آیا اونها این چنین بودن پیغمبر خدا که کاملا خلاف این راجب به وبای زمان خودشون گفتن اگه وبای اومد هیچ کسی از شهر خودش خارج نشه هیچ کسی ده ده حرکت به جای دیگه نکنه در خانه خود بمونه این احادیثی است که حتی بعضی از امریکایی دیدم در کتاب یه استاد دانشگاه رایس در تگزاس استناد کرده بود که عجیبه در اون موقع مثلا پیامبر اسلام گفته که تماس با هم نگیرید و اون موقع حالا میگن برید پناه ببرید به این زریح به این ساختمان ها تا شفا پیدا کنید اینا مطابق قرآن هست یا اینا عین قلبه، عین زیاده رویه عین در واقع بیزاری است که همون بزرگواران از کسانی که این قلوب ها رو شایع میکنن از اونها بیزاری جستن همونایی است که میگه که شر اینجور جور آدما از شر هر در واقع منحرفی که شما تصور میکنید براتون بیشتر هستش در مشابه این خدمت رو از کنم از نهج البلاغه امام علی امام اول شیعیان خطبه میتونید مراجعه کنید 216 اینو بعد از سفین جنگ سفین در مورد حقوق متقابل والی و رعیت یعنی رهبر و ملت که این دوتا چه حقوقی در قبال هم دارن خطبه فوق العاده جالبیه اگر بخونید و بعد وسطش یکی از اصحاب امام علی آنچنان احساساتی میشه و بلند میشه که تو همین خطبه هم نوشته توضیح داده میگه فعجا و هو علیه السلام رجل من اصحابهی به کلام طویل یکی از مردان اصحاب حضرت علی بلند میشه با یک کلام طولانی تجلیل میکنه از حضرت علی یک فیه سنا علیه چقدر هم و سنا میکنه امام علی رو و یوز کرد سمعه و او میگه گوش به فرمانیم هرچه شما بفرمانید سمعش و طاعتش رو اعلام میکنه فقال علیه السلام پاسخ حضرت علی چیست؟ امروز چه پاسخ میدن؟ وقتی یک کسی سخنرانی بکنه یک کسی بیاد نهایت سرسپردگی و تسلیم خودش رو بگه که عالی بود فوقلاده بود ما همه تو خط شما هستیم دعا هم براش میکنه خدا امثال شما رو زیاد کنه ولی پاسخ حضرت علی رو بشنوید میفهمد ان من حق من از او من جلال الله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه کسی که جلال خدا در نفسش عظیم باشه و جایگاه و موضع خدا در قلبش جلیل باشه نتیجه چی میشه ان یسقر لعظم ذالک کل ما سواه هر که غیر خداست صغیر و حقیر خواهد شد نزدش یعنی در واقع میخوان بگن مرد حسابی تو خدا رو نشناختی اگه جایگاه خدا در نفس تو جلیل بود اگه موضع خدا در قلب تو عظیم بود اینطور از من تعریف نمیکردی. کردی میگه ولا مفصله در واقع میگه این هم در مورد منم بیشتر صدق میکنه برای که هر کسی نعمت خدا بر او بیشتر باشه باید بیشتر غیر خدا نزدش خار باشن و خدا رو بزرگتر ببینه بعد میگه ولا تزنو بیستسخالا فی حق مبادا فکر کنید که اگه حرف حق به من بزنید انتقاد کنید نظری بدین من برام سنگین میاد و التماس و اعظام لنفسی و نفسم نمیخواد اینو بپذیره میگه ف انه من استسقل الحق ان یقال له کسی که شنیدن حق براش سخت باشه مسلما عمل به حق به عدل براش سختتر خواهد بود بعد دنبالش میفرمد ف انی لست فی نفسی به فوق من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم میگه اگه از من میپرسید من بالاتر از این نیستم خطا نکنم فی نفسی به نظر خودم فانی لست و فی نفسی به فوق اخته ولا امن و ذلکم من فعلی ایمانم نیستم از افعالم الا خو... مگر من... اینکه ان یکفی الله خدا منو در واقع کفایت بکنه من نفسی ما و امر و منی مفصل حالا خیلی نمیخوام وقتتون رو تو این زمینه بگیرم ببینید اون بزرگواران اجازه نمیدادن به خودشون کسی از یه حدی بالاتر بگه اجازه نمیدادن قلوب بکنن حالا ما به نام اونا داریم چیکار میکنیم اونا رو خدا کردیم اونا رو از اون جایگاه هدایتیشون که قرآن شناس بودن سنت پیامبری میشناختن مردم رو به بندگی خدا دعوت میکردن خارج کردیم برای اینکه هوای ما رو بدن نه برای اینکه اونا رو بشناسیم مثل اونا عمل بکنیم بنده خالص خدا باشیم بلکه هر وقت گرفت داریم بریم دعای توسل بخونیم چار تا پارتی بفرستیم سراغ خدا ما که روسی هاییم، ما رو که را نمیدن اما من نمیدونم این شما هستین که نزد خدا با آبرو آب آب هستید بگیرید چیز ما رو ما رو به عرض بالاتری ها برسونید یعنی برای منافع مادی خود نه اونم برای عرض بندگی ایناست که عرض میکنم اینا قلوب در واقع در دینه ما چه ساختیم در واقع از اینها این همه پول ریختن به اونجا امام رضا رو نمیدونم زامن آهو این تبلیغاتی که او که زامن آهو بود زامن ما نمیشه آ زامن هر کسی عمل خودشه کتاب خدا رو برید بشناسید عمل صالح بکن اینم امام صادق میفرماده تو همون چیز که عرض کردم بخونید از امام صادق میگه عمل هر کسی اینی که یه پیشوای حقی داشته باشه عمل کنه و کجا کسی زامن دیگری میشه میگن خب حالا که امام رضا زامن آهو شده زامن ما که میشه در واقع هم آخرتمون هم تو دنیا زامن مشکلات ما حل میشه همه خدا مثل این که کنار گذاشته شده همه هوائج در واقع از یه ذریع خواسته میشه حتی برای شفای در مورد بیماری ها اونهایی که به تعبیر امام علی میفرماد پیامبر اولیاء خدا طبیبان نفوسند اونها با هدایتشون مرهم میذارن بر زخم ها بر درد های شما قرآن میگه شفای قلوب هستش بخونید تو نهج و براغش که میگه بهترین شفی شما قرآنه هو شاف اون مشفع قرآن بهترین شافعه که شفاعتش حتما پذیرفته میشه نه که قرآن حرف بزنه یعنی اگه عمل کسی عمل قرآنی باشه میگه عالی ترین شفی اونه نمیگه من هستم امام اول شیعیان میگه شفیعتون قرآنه یک کلمه نگفته من شفیعم میگه از تشف و بکه الان نفسک، خدایا من خودت و شفیع خودت قرار میدم اتوسل و الیکه به ربوبیتت ربوبیتک من به ربوبیت خودت متوسل میشم خود قرآنم میگه که نه تنها پیامبران هیچ انسان بزرگواری نمیخواست خودش مطرح بشه آیه 79 سوره آل رو بخونید. میفرد ما کان لبشر ان یعطیه الله هل الکتاب و الحکم و... یعنی پیامبر شده باشه کتاب و حکم و نبوت گرفته باشه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله انتظار داشته باشه که مردم در واقع مجیز او رو بگن دنبال او را بیفتن چی میگفتن پس اینا به مردم اینا میگفتن ولکن کون و ربانیین خودتون ربانی باشید به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون این آیه قرآن بخونید 79 آل عمران. یعنی همه انبیا و پیروی به پیروی از اونها اولیا خدا میگفتن خودتون ربانی بشید یعنی ربتون رو بشناسید اربابتون رو بشناسید از چه طریق به ما کنتم تعلمون الکتاب این کتابی که دارین تعلیم میگیرید یعنی از طریق تعلیم قرآن حالا برای ما مسلمون ها یا برای مسیحی یا انجیلشون برای یهودی یا توراتشون و به ما کنتم تدرسون تدریسی که میشین درسی که میخونید خدا رو بشناسید ولا یعمرکم من تتخذوا الملائکه و, تتخذ و نبیین اربابا هرگز خدا شما رو دستور نداده که فرشتگان یا پیامبران ارباب خودتون بگیرید. ا یامرکم بالکفر خدا شما رو به کفر دعوت میکنه بعد از انتم مسلمون بعد از اینکه مسلمان شدید تسلیم شدید یعنی این کفر کفره که بجز خدا در واقع انبیا رو یا حتی فرشتگان و آدم دنباله اونها بخواد در واقع قرار بگیره خب من یه مقداری هم البته تو این زمینه بازم چیزایی تست فکر کنم دیگه وقتم نرسم باز نیمه تمام میمونه دوست دارم چند تا از ادیبان و عارفان منم درباره شرک خدمتون عرض بکنم یکی دوتا از سعدی میخونم یکی دوتا از مولوی و عرضم رو خط میکنم از سعدی هست میگه روی از خدا به هر چه کنی شرک خالص است بجز خدا به هر چی رو بیاری به خودت منیت خودت تکیه گاهت خود باشه یا وابستگان به خودت یا قدرت ها یا فرض کنید انبیا و اولیای خدا از اونا باید درس گرفت میگه رو از خدا به هر چه کنی شرک خالص است توحید محض توحید محض چگونه است؟ توحید محض که از همه رو در خدا کنیم از هر چیزی رو بگردانیم و خدا رو ببینیم برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق اون سری که پیش خلق خم کردیم مغز نداشته دیگر فروتنی به در کبریا کنیم یا در جای دیگه میگه اگر یاری اگر یار خدایی از خیشتن دم مزن از منیت رو مطرح نکن که شرک است با یار و با خیشتن اگر در کنار یار معشوق نشستی دیگه از خودت دیگه نمیتونی صحبت بکنیم یا در جای دیگه راجع به همین دینداری های دکانوار میگه برخیز تا یک سو نهیم این دلغ از رقفام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را این شرکی است که تقوا عنوان تقوا داریم مطرح میکنی این شرک تقوا نام را هر ساعت از نو قبله با متپرستی میرود توحید ما توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را اما در یکی دوتام از مولوی بخونم خدمتون میگه عاشقان را شادمانی و غم اوست عاشقان اینا تعبیر است که عارفان ما دارند دیگه به خصوص مولوی خیلی به کار بده عاشقان یعنی عارفان یعنی همون موحدان اونایی که عاشق حقن عاشق خدان میگه عاشقان را شادمانی و غم اوست اگر از چیزی شاد میشن چیزی که در ارتباط با اونه به بنده اون خدمت کردیم او را خالصانه عبادت کردیم یا اگر غم داریم اینه که از او دور شدیم اول عرایزم این رو صحبت کردم خدمتون گفتم این سیستم در واقع تمام سیستم هایی که تو دنیای امروز مدیریت به تمرکز روی هدف در هر کار تجارتی هر کمپانی همه چی روی اینه که روی خط مستقیم بریم جلو اینم هم همینو همین رو داره میگه میگه که عاشقان را عاشقان را شادمانی و قموست دست مزد و اجرت خدمت هم اوست. اگه دستموزی میخوایم بگیریم دست موزش هم با خداست هیچ پیامبری نیامده که مزد بخواد دینداری درآمدش باشه دین دکانش باشه دستمزد و اجرت خدمت هم اوست. مگه پیامبرانی که این همه در قرآن میگه که ما اسلکم علیه اجرن چقدر تکرار شده باشه هر پیامبری گفته من از شما هیچی نمیخوام هیچ چیزی من نمیخواستن اونها میگه دستموز خداست به محضی که دین دکان دنیا بشه هزار جور ناخالصی درش به وجود میاد خدا رحمت کنه مرحوم متعری رو میگفت که روحانیت ما تابع توده های مردمه حرفی نمیزنه که توده های مردم نپسندن برای اینکه اون موقع حالا بگذاریم بعد از انقلاب که همه درآمد نفت و گاز و نمیدونم همه چی در اختیار خودشونه و هر جوری بخوان رقم بودجه تعیین میکنن برای دستگاه ها و سازمان های مربوط به روحانیت قبلا یه خمس و زکات بود دیگه فقط در واقع همون بود دیگه حالا ببینیم به کجا رسیده اینه که در واقع میگه که اگر دین بخواد در واقع ممر معاش بشه آقای متحری میگه که ما گرفتار عوامیم چون به اونا نیاز داریم اهل تسنن چون وابسته به اوقاف دستگاه روحانیت حرف ضد دولت نمیزنن چون اونجا نونشون رو قطع میکنن البته اونایی که ناخالصی دارن چه شیعه چه سنی میخوام بگم و این آدمای خداپرست مخلصم در همه مذاهب و نهله های مختلف وجود داره خب باید دنبال این شعر مولوی رو بخونیم غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود هرزه سودایی بود معشوق همش اینجا خدا رو در نظر بگیر اون منظورش همونه میگه تو دنیا چیزی تماشایی نیست هرچی که تماشایی خداست غیر خدا چیزی تماشایی نیست چون بقیه مال خداست میگه ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد بعضی به خوردنی و شیرینی و چرب و او بهتره آنکه شکر سازد خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد همه زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن ماه قشنگتره زیباتر یا ماه چهره ها یا اون کسی که اینا رو ساخته میگه بله بعد راجه به چیز میگه ای گل گل و گلستان میگه تو زیباتری یا آنکه به هر لحظه صد نرگس تر سازد همه ای اینها رو در واقع او ساخته در واقع ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد بعضی هم به دنبال عقلن بینشن حتی عشق رو هم در واقع همینا رو مطرح میکنه اینا در واقع هر چی هست همه اینا از خدا ناشی شده وقتی میگیم الحمدلله الحمد و الفلام معرفت یعنی دربست هر ستایشی هر تشکری اگه عطری خوشبوه اگه گلی زیباست اگر سلامتی داریم اگه نعمتی داریم اللهم ما به نام نعمت فمن خدای هر نعمتی داریم از جانب توه هیچی خارج از اون نداریم بنابراین میگه غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود عشق آن شعله است کو چون برفروخت هر چه, غ... هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت وقتی که یک شعله روشن میشه همه چی رو میسوزونه دیگه میگه وقتی اون عشق خدایی باشه عشق اون معشوق مطلق باشه دیگه همه چی دیگه میسوزه دیگه هیچ چی دیگه باقی نمیمونه او رو میبینیم و همه اون چه که مخلوق او هستن حالا اگه نگاه بکنیم به اون مخلوقات او به گل او همه اینا رو زیبا میبینیم ولی در واقع سر سلسله و سرخط رو در واقع خدا میبینیم میگه تیغ لا در قتل غیر حق براند وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی اون که غیر خداست در نفس ما میکشیم رو در نگر زان پس که بعد لا چه مانده اگر فقط خدا رو ببینی دیگه غیر خدا دیگه چی میمونه ماند ال الله ماند ال الله باقی جمله سوخت شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت اینجا شرک و میگه میگه وقتی خدا بره کنار شاد باش ای عشق شرکت سوز شرکت یعنی ما شرکت سامی خدا و بندگان خدا رو میپرستیم خودم هم دیگه در بالاخره تمایلات من هست این این اون اون هزار جور حوث و هزار جور دنیا پرستی ها این میشه شرکت سامی در درصدی خدا داره بقیهش هم سهام متعلقه به دیگرانه ولی وقتی این عشق خالص خدایی بیاد دیگه چیزی نمیمونه خود همو بود آخرین و اولین شرک جز از دیده احول مبین دیده احول یعنی چشمی که بد میبینه بصیرت نداره کج میبینه شرک از بصیرت است که کج میبینن مسائل رو یه جام شرک در قدرت رو مطرح میکنه اینم یکی از زمینه های شرکه همین قدرت ها، همین دعواهایی که چند ساله تو ایران خودمون داریم دعوای قدرت دائما هر گروهی که آمده به قدرت رسیده از دولت موقت که نه ماه بود از اول دولت گفتن امام زمانه بعد گفتن غربی و غرب زده است و دولت بنی صدر اول گفتن دو... آقای بنی صدر نمیدونم پدرشون رو ما میشناسیم رئیس جمهور ما مثل رؤسای جمهور دیگه نیست بعد گفتن تحمیل،, تحمیل،, تحمیل امریکا بود بعد نمیدونم موسوی که نمیدونم نخست وزیر هشت سال امام چه سرنوشتی که یازدهمین همین ساله که در حسر نمیدونم بعد نمیدونم خاتمی چه بلایی سر خاتمی بعد نمیدونم هاشمی بعد نمیدونم روحانی همینطور دعواهای قدرت دعوای قدرت که انتهام نداره میگه نردبان خلق این نردبان است که میره بالا نردبان خلق این ما منی است عاقبت زین نردبان افتادنی است هر که بالاتر رود ابلهتر است استخوان او بتر خواهد شکست بالاتر میره بدتر میشکنه این فرو است و یعنی میگه این حرفا بهانه است من دارم نردبان خلق میام این فرو است تو اصولش آن بود این از کجا ناشی میشه که ترفع شرکت یزدان بود ترفع یعنی بالاتر رفتن خودتو بخوای بالاتر بکنی ترفع یعنی ارتفاع گرفتن بالاتر رفتن این شرکت با یزدانه تو چیز دیگه ای رو خواستی چیز دیگه ای رو در واقع مطرح کردی بعد میگه چون نمردی و نگشتی زنده زو این نمرده زنده از خدا نشدی یاقی باشی به شرکت ملک جو شرک داری میورزی دنبال قدرت هستی آخرش هم یک چیزی هم از مولوی در یه قسمت های دیگه از اون داستان نبرد علی ابن عبی طالب و امر ابن رو مطرح میکنه که وقتی که امر ابن شکست خورد تو زمین افتاد امام علی که در روی سینه اون نشستن که در واقع به قتل برسن تو همون جنگ خندق که اسم جنگ احزاب داره میگه وقتی که او توفو انداخت بر روی علی بعد حالا دیگه وقتم تموم شد من فقط امی بیتش رو میخونم که حضرت علی بلند میشن راه میرن استنکاف میکنن از کشتن او میگه نیم بحر حق باشد و نیمی هوا به خاطر خدا داره این می جنگه ولی عصبانی شده بخواد برای عصبانیتش بکشه شرک اندر کار حق نبود روا در کار حق نمیشه به خاطر خشم و عذب غذب یک کاری بکنیم ممنون متشکر از توجهتون سپاسگزار هستم الله